با درود فراوان به شما عزیزانم، برنامه آن سوی خبر رو آغاز میکنم. باز هم من در خدمتون هستم. گفتم دوستان همه به مرخصی رفتن و به هر حال بنده باید جورش رو بکشم. البته دوست عزیزم آقای بزرگزاده همیشه جورش رو میکشه. در ایران در زندان عام 75 میلیون ایرانی 35 سال اسیره. اما زندان‌های خاص شرایط دیگری دارد. در 305 زندانیان را به قصد کشت می‌زنند. در زندان‌های دیگه گرسنگی می‌دهند. ملاقاتشون رو قطع می‌کنند. و وقتی زندانیانی در شهر کرد اعتصاب غذا می‌کنند، ناگهان 12 تن از آنها بر اثر آتش سوزی دوچار خفگی می شوند و جان خود را از دست می دهند. شرایط زندان ها شرایط بسیار سختی است. تمام سازمان های بین المللی مهتم و نگران وضع حقوق بشر به این مسائل اشاره می کنند. اما کو گوش شنوا؟ وقتی بر کرسی ریاست قوه قضاییه صادق لاریجانی تکیه زده که خود پرونده فساد و پرونده فساد بسیار گسترده‌ای داره. گزارشی داریم در این زمینه، توجه شما را به اون جلب می‌کنیم. سهام نیوز وبسایت نزدیک به مهدی کروبی در گزارشی نوشت: طی روزهای گذشته زندانیان شهر کرد در اعتراض به اوضاع اسفبار آن زندان دست به اعتصاب می‌زنند. این زندانیان در اعتراض به شرایط بد زندان شهر کرد که در 7 کیلومتری این شهر در جاده اصلی به سمت اصفهان واقع شده اعتصاب کرده و رئیس زندان به دلیل این اعتراض عده‌ای از زندانیان را تنبیه و مجازات می کند. بر اساس این گزارش روز دوشنبه سایر زندانیان زندان شهر کرد در اعتراض به مجازات همبندان زندانی خود و به نشانه اعتراض به این اقدام رئیس زندان، البسه و تشک‌های زندان را جمع‌آوری و آتش زدند. پس از این حادثه زندانبانان درهای اصلی زندان را قفل می‌کنند و اجازه هر گونه امداد رسانی را به داخل این زندان مسدود و سپس بند را ترک می‌کنند. شدت حریق به اندازه‌ای زیاد بوده که شعله‌های آتش سریعاً به نقاط دیگر بند سرایت می‌کنند. در پی این حادثه، رئیس زندان شهر کرد آتش نشانی این شهر را به داخل زندان فراخواند، اما اجازه تخریب دیوار زندان را برای امدادرسانی به واحدهای آتش نشانی شهر کرد نداد. طبق گزارش‌ها، رئیس زندان در مقابل اعتراض عده‌ای از کارکنان به تصمیم وی مبنی بر عدم تخریب دیوار زندان امکان فرار زندانیان را در پی تخریب دیوار زندان مطرح و از تخریب دیوار جلوگیری می کند. در پی این تصمیم تعداد 12 نفر از زندانیان در آتش سوخته و یا به دلیل خفگی جان خود را از دست دادند. طبق آخرین گزارش ها تعداد زیادی از زندانیان نیز جهت مداوا به بیمارستان کاشانی شهر کرد منتقل شدند. نیمه شب گذشته نیز خبرگزاری ها نوشتند که شورای تامین استان تشکیل جلسه داده و دستوراتی محرمانه را به شهردار شهر کرد و مدیر عامل سازمان آتش نشانی این شهر مبنی بر عدم اطلاع رسانی عمومی به صورت محرمانه ابلاغ کرده است. هر کسی از ظن خود شد یاره. اسلام به هر حال به قولی به ذات خود ندارد عیبی. هر عیب که هست از مسلمانی ماست. نوعی تفسیر شاید. انتقام توش هست، بخشش هم هست. تسامح و تساهل هست، اقتتلو هم هست. آقای علی مطهری اون نگاه مهربان رو برگزیده. البته نسبت به عده‌ای فقط، نه نسبت به کل ملت ایران. ایشون معتقدن که زندانی کردن منتقدان در جمهوری اسلامی اقدامی درست نیست و زمان پیامبر هم کسی به خاطر انتقاد از
رهبر جامعه زندانی نمیشد. آقای مطهری خواستار تجدید نظر نظام در برخورد با منتقدان خود شده و گفته چرا باید کسی که صرفاً به نظام یا رهبری انتقادی کرده را بازداشت کنید و فضایی که در آن اعتراض‌های مدنی به رسمیت شناخته نمی‌شود و معترض زندانی می‌شود دارای اشکال است. این نماینده مجلس افسوده باید بدانیم که ما هیچ مقام غیر قابل انتقادی نداریم و این را باید سردر همه ادارات دولتی و نهادهای حکومتی بنویسند. علی مطهری فرزند آیت الله مطهری در بخش دیگری از سخنانش از برخوردهایی که با برخی معترضان سیاسی کشته شده همچون ستار بهشتی و حاله صحابی صورت گرفته انتقاد کرد و گفت عاملان این قصرها باید از مردم عذرخواهی کنند. جالبه، به یه عذرخواهی ساده قضیه تموم میشه؟ نه، آقای قربان علی دوری نجف آبادی هم که عامل قطعای زنجیره‌ای بود، یکی از عوامل مثل فلاحیان، سه تا قسم اعظم خورد و تموم شد، گفتن ایشون گناهی نداشته. و اونایی هم که قاتل بودن الان آزادن و بعضیاشون هم مقامات بلندپایه‌ای دارن و اونی که نمیشه بهش مقامی داد چون تصدیق شیش ابتدایی هم نداره، به فرمان رهبر بهش پاساژ دادن. و میدونید که آقای خوشکوش، سلاخ معروف رو میگویم، و قاتل زنده‌یاد فریدون فرخزاد. در میان خبرنگاران رسمه وقتی منبع رو نمیخوان اسمش رو بگوین، میگوین به گفته منبعی که نخواست نامش ذکر شود. حالا اینجا صحبت از یک مقام امنیتی است که نخواست نامش فاش شود و او اشاره کرده که نگهبان منزل جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در ایران، توسط نیروهای امنیتی به قتل رسیده. او گفته دولت رئیس جمهوری روحانی پیگیر ماجرا منتها در پس پرده است، ولی تا آنجا که ایشان متوجه شدند خانواده مقتول تهدید شدند و به همین خاطر سکوت کردند. میدونید در مورد این نوع قتل‌ها و یا در مورد زندانیان به خانواده میگن سکوت کنید، هیچی نگید. در مورد زندانی میگن چیزی نگین تا زندانیتون زودتر آزاد بشه. و در مورد کسی که کشته شده میگن حرفی نزنید، ما بهتون خونبها میدیم و مشکلاتون حل میکنیم. منابع دیگری در ایران هم گزارش دادن که در شب 22 ژوئیه پس از ورود نیروهای امنیتی به منزل آقای رضاییان، نگهبان از آنها اجازه بازرسی و کارت شناسایی خواسته است که در جواب با حمله افراد مهاجم مواجه شده و مورد حمله و شوک الکتریکی قرار گرفته است. دلیل مرگ نگهبان همچنان نامعلوم بوده و معلوم نیست که آیا در جا جان سپرده و یا پس از انتقال به بیمارستان درگذشته است. در همین حال شب گذشته سازمان بسیج حقوقدانان با انتشار نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه مدعی شد که اسناد متعدد و معتبری از جاسوسی خبرنگاران بازداشتی واشنگتن پست در اختیار دارد. این سازمان درخواست اشد مجازات را برای جیسون رضاییان از قوه قضاییه تقاضا کرده است. باید پرسید از این سازمان این اسناد شما از کجا به دست آوردید؟ پس لابد خودتونم با اون منابعی که این آقایون در تماسن شما هم در تماس بودید. میدونید که آقای علی یونسی وزیر اطلاعات دولت آقای خاتمی قرار بود وزیر کشور آقای روحانی بشه. آقای خامنه‌ای گفتن نه، وزیر اطلاعات ابدا، اطلاعات رو دیگه دست اینا نمیدیم، باید کسی باشه که مورد اعتماد ما باشه. آقای علوی بد نیست. آقای یونسی بیکار مونده بود. سرانجام روحانی براش یه شغل ایجاد کرد، دستیار ویژه خودش در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، قومی هم نگفتن، دینی گفتن. یونسی پیگیر کارش شد، اقداماتی کرد، سخنانی گفت و اخیراً اظهار داشته که مخالفان وحدت شیعه و اهل تسنن در طول 8 سال گذشته، یعنی دوران احمدی نژاد، خیلی قوی شدن و در ارگان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی نفوذ پیدا کردن. مسواه یزدی یکی از مخالفان وحدت شیعه و سنی است که بارها در این خصوص اظهار نظر کرده.
اسفند ماه گذشته مصباح گفته بود مسلمانان سنی را معتقدان به دین حق نمیدانه، آنها را معتقدان به دین ناحق خوانده بود و این نوع برداشت هاست که جدائی ها رو بیشتر میکنه. همه به یک زبان، به قول مولانا همه میگوین انگور، منتها هر کس به زبان خودش. همدلی از همزبانی خوشتر است. گزارشی رو در این زمینه مشاهده میکنیم. دستیار ویژه رئیس جمهوری اسلامی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی نسبت به تقویت مخالفان وحدت شیعه و سنی در 8 سال گذشته و نفوذ آنها در برخی از ارگان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی هشدار داد. علی یونسی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت که مخالفان وحدت شیعه و سنی در 8 سال گذشته بسیار قوی شدند و به طور وسیع در ارگانها و نهادهای دولتی و حکومتی نفوذ کردند. وی افزود گفتمان شیعه و سنی ستیزی که برخلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی است در منطقه و در داخل کشور رسوخ پیدا کرده است و هر روز امنیت کشورهای اسلامی و امت اسلامی را بیش از پیش تهدید می کند. آقای یونسی در بخش دیگری از سخنان خود گفت ضرورت‌های امنیت ملی که بر تمام ضرورت‌های دیگر هم حاکم است اقتضا می کند که همه روش‌ها و سیاست‌های شیعه ستیزی و سنی ستیزی را حذف کنیم. لازم به ذکر است که پیش از این نیز انتقاداتی نسبت به حملات برخی از روحانیون شیعه به اهل سنت مطرح شده بود. حمید رضا پشنگ دبیر مجمع نمایندگان سنی مجلس در فروردین ماه امسال خواستار آن شده بود که توهین به مقدسات و علمای اهل سنت جزو خطوط قرمز نظام اسلامی قرار گیرد. در این حال آقای یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری اسلامی در ادامه مصاحبه خیش با خبرگزاری ایسنا ضمن اشاره به حضور خود در کمیسیون فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت که آیت الله یزدی رئیس این تشکل از سخنان وی عصبانی شده است. وی توضیحات بیشتری در این باره نداد و گفت آن جلسه به جامعه مدرسین مربوط است. اگر خودشان منتشر نمایند من مشکلی ندارم، اگرچه گمان نمی کنم چنین کاری بکنند. علی یونسی در اردیبهشت ماه در شیراز گفته بود که شیر و خورشید در پرچم سابق ایران نماد حضرت علی و حضرت محمد است و پیشنهاد کرد که نماد شیر و خورشید جایگزین نماد هلال احمر شود. وی در مصاحبه خود دلیل طرح مسائلی چون شیر و خورشید را لزوم تأکید بر فرهنگ مشترک ایرانیان ذکر کرد و وعده داد که در آینده نیز درباره شیر و خورشید سخن خواهد گفت. دستیار ویژه حسن روحانی گفت طرح ارزش‌ها و آداب و رسوم مشترک همه ایرانیان مثل زبان و ادبیات فارسی، نوروز و تاریخ مشترک و مفاخر ملی و افسانه‌های الهام بخش و افتخارآمیز مانند کوروش، کاوه، داریوش و رستم جهت حفظ مشترکات و پیوند همه اقوام و اقلیت‌های قومی و مذهبی و دینی است. وی مطالب مطرح شده درباره شباهتش با اسفندیار رحیم مشایی از یاران اصلی محمود احمدی نژاد را غیر اخلاقی خواند و افزود آقای مشایی اشکالاتی داشت مانند خیلی های دیگر، ولی در زیر ضربات سنگین حملات سیاسی خوب و بد با هم مخلوط و مشتبه شدند. آقای یونسی با بیان این که تنوع فرهنگی و زبانی و قومی در ایران تهدید نیست، از رفتار افرادی که آنها را قومگرایان خواند و همچنین بدبینی به اقوام ایرانی انتقاد کرد. دستیار ویژه رئیس جمهوری اسلامی در پایان این مصاحبه مطالب مطرح شده درباره استفاده از قومیت‌ها در انتخابات آینده مجلس را رد کرد و گفت که موضوع اقوام و اقلیت‌های ایرانی فراتر از انتخابات و موضوعات زودگذر دیگر سیاسی است. گفتنی است اظهارات علی یونسی در خصوص قوی‌تر شدن مخالفان وحدت شیعیان و سنی‌ها در حالی است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز یکشنبه گذشته از شناسایی و تعطیلی دفاتر چند شبکه ماهواره‌ای که به گفته این وزارتخانه
به طور غیرقانونی در 4 استان کشور فعالیت می‌کردند خبر داده و افزوده بود که این شبکه‌ها به ایجاد اختلافات مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسلام و نیز تخریب وجهه تشیع می‌پرداختند. آقای محی‌الدین خائری شیرازی چهره شناخته شده است. سالها امام جمعه شیراز و نماینده ولی فقیه و اون درگیری شدیدش که با موسوی نژاد داشت که منجر به انتقال موسوی نژاد به تهران و مدیر کلی وزارت اطلاعاتش و بعد شرکتش در قتل‌های زنجیره‌ای شد. آقای حائری ماند در شیراز. نماینده مجلس خبرگان هم است. درگیرم با فرزندان مرحوم آیت الله دستغیب شد. اما نکته جالب اینه که حالا ایشون میگه مجلس خبرگان رهبری که خودش هم عضوشه جای کسانی که با نظام و رهبری مشکل دارن نیست. کی داره؟ اول همه آقای رفسنجانی. ولی نظر حائری شیرازی اون نیست. آقای حائری شیرازی قبلا نامه‌ای به میرحسین موسوی و مهدی کروبی نوشته بود و از اونا خواسته بود توبه کنن، البته در قالب یک مصلح. همه میدانند آنهایی که با نظام و رهبری مشکل دارن در هیچ جا از جمله مجلس خبرگان راهی نداره. ایشون داره با اون همه زمینای شیراز که بالا کشیدند و تبدیل به یک قارون شیرازی شدند. امام جمعه سابق شیراز این افراد رو خودخواه و ریاست طلب معرفی کرد که به اعتقاد وی نه اصلاح طلب هستند و نه اصولگرا. کیان پیدا کنید پرتقال فروش را. بسیاری از محافظه‌کاران تندرو میگویند نگران فعالیت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی برای تغییر ترکیب مجلس خبرگان هستند. بوی الرحمن که بلند میشه میراث‌خواران به هر حال باید آماده بشن که به قول قدیمی ها میگفت زمین شمرون نصیب کی میشه، یا زیباتر آنچه مانده ز بابا از آن تو بد ای برادر از من و اعلا از آن تو. از کف خانه تا به لب بام از آن من، از بام خانه تا به ثریا از آن تو. آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و برخی از روحانیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی گفتند اجازه نخواهند داد مجلس خبرگان به تسخیر مخالفان ولی فقیه درآید. معلوم نیست مخالف چجوری از غربال شورای نگهبان میتونه رد شه. این دسته روحانیون از حسن روحانی نیز به عنوان یکی از نزدیکان هاشمی رفسنجانی نام میبرند که در پروژه انتخابات مجلس خبرگان رهبری همسو با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حرکت میکنند. اما حائری شیرازی گفته روحانی بهتر از احمدی نژاد در اطاعت از رهبری سخن میگوید و به علت نزدیکی به هاشمی رفسنجانی نمیتوان مهر باطل روی وی زد. میبینید؟ از ابتدا به گونه‌ای شروع میکنه که هر کی گفت چی گفتی بگه مراتب بندگی را ابراز کرد. در غزه سرانجام یک آتش بس 72 ساعته با مهندسی مصر مورد پذیرش قرار گرفت. فلسطینی ها در یک هیئتی که همشون بودن، نمایندگان جبهه خلق بودن، حماس بود، جهاد اسلامی بود، جبهه دموکراتیک بود، فتح بود، همه بودن، برای اولین بار همه را با هم میدیدیم. رفتن به قاهره مذاکره کردن با رئیس مخابرات مصر و همینطور نمایندگانی از امریکا و اتحادیه اروپا، منتها اسرائیلی‌ها نماینده نفرستادن و این مصری‌ها بودن که پیغامبر بودن. به هر حال قرار شد 72 ساعت از 8 امروز صبح شنبه این آتش بس برقرار شد. اسرائیل هم یک جانبه نیروی زمینیش رو برده بیرون. تلاشایی که قبلا بود موفقیتی نداشت. بعد از چند ساعت از سوی اسرائیل شکسته میشد. و در چهارمین هفته حمله اسرائیل به نوار غزه شمار کشتگان فلسطینی نزدیک 2000 تن شده. جای اندوه داره. خون باید گریست بر وجدان بشریت. گزارشی داریم در این زمینه، توجه شما رو به این گزارش جلب. رسانه‌های اسرائیل به نقل از برخی منابع فلسطینی از موافقت اسرائیل با آتش بس 72 ساعته در غزه که از ساعت 8 صبح امروز سه‌شنبه آغاز خواهد شد خبر دادند.
همچنین رسانه‌های عربی خبر دادند که اسرائیل آمادگی خود برای برقراری آتش‌بس بدون پیش شرط در غزه را به جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده است. مقامات حماس و جهاد اسلامی نیز اعلام کردند که آتش‌بس انسانی موقت که احتمالاً 72 ساعت باشد را پذیرفتند. در همین حال سخنگوی ارتش اسرائیل تأکید کرد که به رغم نابودی همه تونل‌های شناسایی شده در نوار غزه، هنوز مأموریت‌های زیادی باقی مانده است که باید انجام شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، موتی آلموز در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل گفت: ما غزه را ترک نمی‌کنیم و آنجا باقی می‌مانیم. مأموریت‌های زیادی باقی مانده است که باید به انجام برسند. به اظهار داشت ارتش اسرائیل همه تونل هایی که تاکنون شناسایی شدند را در نوار غزه از بین برده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در این حال افزود: صحبت از نابودی تونل ها به معنای این نیست که مأموریت ما در غزه پایان یافته است. در رویدادی دیگر هم لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه میگوید آتش بس باید بر اسرائیل و حماس تحمیل شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در اظهاراتی که در چارچوب سیاست فرانسه نسبت به اسرائیل تند و کم سابقه توصیف شده است گفت: حق امنیت اسرائیل کشتن کودکان و کشتار غیر نظامیان را توجیه نمی کند. فابیوس گفت: از آنجا که اسرائیل و حماس نشان دادند که قادر به مذاکره و رسیدن به توافق نیستند، جامعه جهانی باید آتش بس و راه حل دو کشور مستقل را به آنها تحمیل کند. در تحول دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه برای بررسی جنگ غزه تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ریاست اوگاندایی مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد در جلسه روز چهارشنبه که با حضور نمایندگان تمام 193 کشور عضو برگزار می‌شود، مقاماتی از سازمان ملل درباره بحران غزه گزارش خواهند داد. این جلسه بنا به درخواست کشورهای عربی تشکیل می شود و این کشورها خواستار تهیه قطعنامه‌ای شدیدالعن برای تصویب در شورای امنیت هستند. و در خبر دیگر نیز، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی مجامع بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل را به کم تحرکی آمدانه، سکوت، همراهی و همدلی با اسرائیل متهم کرد. آقای روحانی در نشست کمیته فلسطین وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در تهران اسرائیل را به نسل کشی هدفمند فلسطینی ها متهم کرد و گفت: تا زمانی که آمریکا هم به دفاع از ظالم ادامه می دهد، هیچ امیدی به بهبود شرایط موجود نیست. حسن روحانی اعطای حق تعیین سرنوشت، بازگشت کلیه آوارگان و تشکیل دولت یک پارچه فلسطین به پایتختی قدس و برگزاری همه‌پرسی را تنها راه حل بحران دانست. وزیران خارجه جمهوری اسلامی، قطر، تشکیلات خودگردان فلسطینی، ونزوئلا، لبنان، سودان و اوگاندا، همچنین 7 کشور در سطح معاونان وزارت خارجه و شماری از سفیران غیر متحدها شرکت داشتند. در تحول دیگر هم سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: ما آمادگی داریم در ابعاد مختلف از مقاومت فلسطین حمایت کنیم. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی جعفری که در حاشیه جلسه قرارگاه نبی اکرم سخن می گفت افزود: پرتاب پرحجم موشک‌ها، ناکامسازی عملیات زمینی اسرائیل و افزایش آسانه تحمل فلسطینی ها نشان داد که قدرت مقاومت پایان ناپذیر و همچنان در حال توسعه است. فرمانده کل سپاه حوادث غزه و عراق را مسئول سیاست های آمریکا و اسرائیل دانست و گفت: اسرائیل در اثر اتحاد شیعه و سنی به زودی فرو خواهد پاشید. پیشتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز 7 مرداد ماه با ذکر اینکه فلسطینی ها به سلاح و دیگر امکانات نیاز دارند، ضمن مخالفت با خلع سلاح حماس و جهاد اسلامی فلسطین، از همه دنیا خواست آنها را تجهیز کنند.
گفتنی است اسرائیل از روز 8 ژوئیه عملیات گسترده ای را از زمین، هوا و دریا علیه شبه نظامیان نوار غزه آغاز کرده است تا به گفته مقامات این کشور ضمن از بین بردن تونل های گروه حماس برای ارتباط با دنیای خارج، راکت پراکنی گروه های شبه نظامی به خاک اسرائیل را متوقف کند. در درگیری ها میان طرفین تا کنون 1804 فلسطینی کشته شدند که بیشتر آنها غیر نظامی بودند. در طرف اسرائیلی نیز 64 سرباز، 2 شهروند اسرائیلی و 1 کارگر خارجی جان خود را از دست دادند. حقا آدم وقتی این حرفا رو میشنوه فکر میکنه در سرزمین عجایبه. سردار جعفری از پیروزی مقاومت میگوید. کدام پیروزی؟ 30 تونل حماس از بین رفت، 1803 غیر نظامی کشته شدن. کی پیروز شد؟ اسرائیل بی آبرو و حماس هم کاری نتونست بکنه. موشکای بازی بود، برای اینکه اسرائیل همشون رو سرنگون کرد. و همینطور وقتی صحبت میکنن که باید به سراسر جهان آقای خامنه‌ای باید اسلحه به فلسطینیا بدن که آشوب بیشتر بشه و کشتار بیشتر، و اگر طرح صلح عربی پذیرفته شده بود از جانب اسرائیل امروز به اینجا نمیرسیدیم و سید علی خامنه‌ای و سردار جعفری نمیتونستن این حرفای واقعا بی ربط و بی ارزش رو عنوان کنن. در عراق خوشبختانه نیروهای پیشمرگه کرد که دیر سالی فداکاری ها و شجاعتشون زبان زد خاص و عام بود موفق شدن بخش های وسیعی از شهر سنجار و مناطق حومه آن را از دست داعش بیرون بیاورن. به گزارش پایگاه خبری الیوم و صابه، منابع نزدیک به پیشمرگان کرد با اعلام این مطلب خاطر نشان کردن با بازپسگیری بخش های وسیعی از این شهر تروریست های مسلح وابسته به گروه داعش مجبور به ترک منطقه شد. به گفته این منابع نیروهای پیشمرگه کرد اصل دوشنبه در پی درگیری با عناصر داعش از 4 محور وارد شهر شدند و با نیروهای این گروه تروریستی درگیر شدند. در رویداد دیگر هم نوری المالکی نخست وزیر عراق که مدت ماموریتش تموم شده دستور داد که نیروی هوایی عراق از پیشمرگه های کرد در مقابل داعش پشتیبانی کنند. با کدام خلبان؟ خلبانان ایرانی؟ نیروهای داعش کنترل شهرهای سنجار و زمار و سد موسل تا نزدیک سد موسل رو که بزرگترین سد عراق در دست گرفتن. 2 میدان نفتی هم در شمال عراق به چنگ آوردن. این مناطق پس از جنگ شدید میان نیروهای پیشمرگه کرد و داعش به دست آنها افتاد. این نکته رو من بگم که اظهارات آقای بارزانی رئیس اقلیم و شخصیت برجسته کرد خطاب به نیروهای پیشمرگ بسیار مهم بود. به آنها گفت برید و باز پس گیرید. و در سنجار ایزدی های عراق زندگی می کنند. طایفه‌ای با فرهنگ و تاریخی بسیار نزدیک به فرهنگ و تاریخ کهن ما، انسان های وارسته، هنرمند، شاعر، نویسنده، و اینها ناچار شدن شهرشون رو ترک کنن و به اربیل برن و به یا به کوخا. سازمان ملل هم در بیانیه‌ای درباره احتمال وقوع فاجعه انسانی در سنجار و وضعیت صدها خانوار که به مناطق کوهستانی گریختن هشدار داده است. در بغداد یک نماینده کرد مجلس عراق گفته که گروه تروریستی داعش روزانه 500 میلیون دلار از نفت عراق را به بازرگانان کرد و ترک و عرب فروخته است. خبرگزاری عراقی المصدر به نقل از ریبوار تاها مصطفی افسوده حکومت اقلیم کردستان از فروش نفت توسط داعش اطلاعی نداشته است. وی افسود داعش تلاش می‌کند برای به دست آوردن نفت بیشتر برای پیشبرد فعالیت‌های تروریستی خود بر مناطق گسترده‌تری در عراق مسلط شود. بیشتر از این شورای امنیت سازمان ملل و روسیه در بیانیه‌ای مشترک خواستار ممنوعیت خرید نفت از گروه‌های تروریستی موجود در عراق و سوریه شده بود. آقای سرگئی ریابکوف
معاون وزارت خارجه روسیه با اشاره به تحریم‌های غرب علیه روسیه گفته خطر واقعی در مورد اداره تحریم‌های غرب وجود دارد که آن را نباید دست کم گرفت. وی با بیان اینکه تحریم‌ها در این مرحله به پایان نخواهد رسید ادامه داد غرب به تحریم‌های خود برای فشار بیشتر بر روسیه و تضعیف این کشور ادامه خواهد. سریع هم به ترکیه بزنیم که آقای بلندارنیچ معاون نخست وزیر ترکیه که به زنان توهین کرده بود، خنده زنان رو عملی نادرست خوانده بود. فعالان حقوق زن در ترکیه سخت به او اعتراض کردند و او رو متهم به تبعیض جنسیتی کردند. آیلین نازلیکه نماینده زن پارلمان ترکیه به خبرگزاری ها گفته که رسما علیه معاون نخست وزیر در دادگاهی در استانبول طرح دعوا کرده. به گفت معاون نخست وزیر ترکیه با سخنانش نه تنها منشور حقوق زنان را در کشور نقض کرده، بلکه ممکن است خشونت علیه زنان را نیز ترغیب کند. این نکته جالبه براتون بگم که آقای رجب طیب اردوغان داره مشروبات الکلی را ممنوع میکنه. داستان غریبی است در ترکیه که اردوغان چه نقشه ای داره، چادر بر سر ترکیه کرده. اون طرف آقای عبدالله گل که خاطره خوبی از خودش در مقام ریاست جمهوری میگذاره و با اینکه همراه و همحزبی اردوغان بود اما همیشه جایگاه ویژه‌ای داشت. گاهی من فکر میکنم عجیب همون حالتی رو داشت که مام جلال طالبانی در عراق داشت. ماموریت او در 28 اوت به پایان میرسد. دیدارهای خداحافظیش رو شروع کرده. آخرین رئیس جمهوری که توسط پارلمان انتخاب شد و با وجود اینکه مقام تشریفاتی داشت اما خیلی جا مثل پدر وارد میدان شد و به مردم و دولت کمک کرد. از این پس رئیس جمهوری با رأی مستقیم انتخاب خواهد شد و آقای اردوغان داره حتی فکر تغییر قانون اساسی رو میکنه که برای خودش امکانات و جای بیشتری بگذاره. گزارشی داریم از مهستان بختیاری در این زمینه که خواهیم دید و من نیز با شما بدرود میکنم و آرزوی شادی و سرفرازی شما را دارم. یک شنبه آینده انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه برگزار میشه و به تبع آرام آرام دوره ریاست جمهوری آقای عبدالله گل رئیس جمهور کنونی به پایان میرسه. در واقع یک ماه دیگه 28 اوت مصادف با 6 شهریور پایان دوره ریاست جمهوری آقای گل خواهد بود. حالا در این روزهای باقی مونده آقای عبدالله گل به رسم و سنت دیدارهای خداحافظی خودشون رو با سران و نهادهای دولتی آغاز کردن. روز دوشنبه دیروز آقای گل در نخستین مراسم خداحافظی با آقای جمیل چیچک رئیس پارلمان و همینطور آقای اردوغان نخست وزیر دیدار کردن. امروز هم ایشون با رؤسای دادگاه قانون اساسی، قوه قضاییه و شورای دولتی ترکیه مراسم خداحافظی را انجام خواهند داد و همینطور در ادامه 7 اوت با نیروهای نظامی و فرمانده ستاد مشترک ارتش خداحافظی خواهند کرد و نهایتاً روز 12 و 19 اوت هم در کاخ ریاست جمهوری، کاخ چانکایا، مراسم ضیافتی به همین منظور برپا خواهد شد که در اون مراسم علاوه بر مقامات دولتی، هنرمندان، نویسندگان و مسئولین نهادهای مدنی و خبرنگاران نیز حضور خواهند داشت. اما در مراسم خداحافظی امروز آقای عبدالله گل و در ملاقات با آقای جمیل چیچک جمله جالبی رو هم بیان کردن. آقای گل گفتن که آن حس خوشحالی رو که در هنگام برگزیده شدن به ریاست جمهوری داشتم اکنون نیز در پایان دوران وظیفه‌ام نیز دارم. در مورد زندگی نامه آقای عبدالله گل و فعالیت‌های او البته سعی می‌کنیم به صورت مجزا گزارش مفصلی رو داشته باشیم، اما اگر بخوایم به صورت کوتاه اشاره بکنیم باید گفت که او در سال 1950 در خانواده کاملا مذهبی در شهر قیصریه یا کایسری به دنیا میاد، دارای مدرک دکترا در رشته اقتصاد هستش. فعالیت های سیاسی کلان خودش رو از سال 90 میلادی با حزب اسلامگرای رفاه آغاز میکنه، اما پس از اینکه فعالیت های این حزب در ترکیه ممنوع میشه همراه با یاران و دوستان صمیمی خودش از جمله آقای اردوغان حزب عدالت و توسعه رو پایگذاری میکنن. حزب عدالت و توسعه در سال 2002 در پارلمان ترکیه به پیروزی میرسه و در سال 2007 هم نهایتاً آقای عبدالله گل از سوی پارلمان به مقام ریاست جمهوری ترکیه برگزیده میشه، انتخابی که در زمان خودش
به دلیل گرایش‌های مذهبی آقای گل بحث و حدیث‌های زیادی رو به دنبال داشت. اما با وجود این تعلقات مذهبی و فکری، آقای گل در طول ریاست جمهوریش تلاش کرد وجه حقیقی مقام ریاست جمهوری ترکیه رو که همون مفهوم پدر یک ملت بودن هست رو رعایت بکنه و در رأس همه جریان‌های فکری و اعتقادی قرار بگیره. اعتدال در رفتار و منش و خوی انعطاف‌پذیر او حتی باعث شد با وجود همه این تضادهای عقیدتی و فکری که با احزاب دیگه وجود داشت، اما او حتی در میان اغلب گروه‌ها و احزاب سیاسی از مقبولیت و احترام خاصی برخوردار باشد. امسال هم او با انصراف از کاندیداتوری دوباره ریاست جمهوری مسیر رو برای آقای اردوغان در این راه هموار کرد، اما با این همه هنوز مشخص نیست خود او در آینده سیاسیش در کجای این چینش سیاسی ترکیه قرار بگیره. میل مقامات ارشد حزب عدالت و توسعه، البته انتخاب او به عنوان رهبر این حزب استش، بر روی باید منتظر بود و دید که آیا آقای گل رو بار دیگه در صحنه سیاسی ترکیه خواهیم دید یا خیر.